بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و خرم باشید و بیننده برنامه خودتان، برنامه لحظه های آسمانی باشید. در برنامه امروز با ما جناب استاد بزرگوار دکتر نور محمد عمرا در استودیو تشریف دارن. در قدم نخست جناب استاد خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، تشکر دارم. است و رمضان چطور هستین جناب استاد؟ رمضان ماه زیبایی است. البته اگر اجازه بدی بنده هم یک عرض ادبی کنم خدمت بینندگان. بنده هم به نوبه خود اولا عرض ادب و تهنیت دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان و آرزوی موفقیت و شادکامی و قبولی اطاعات در ماه رمضان، ماه غفران و ماه گسیل داشتن به سوی پروردگار یکتا. و ماه رمضان دیگه به هر حال یک هدیه ربانی است. جالب در ماه رمضان این است که خداوند این ماه رو به همه داده بود، به همه امتها. اگر به ما نمیداد خیلی به ما بر میخورد. سمین الله متعال وقتی به ما گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که پیشینیان داشتن به شما هم دادیم، دلخور نباشید، لعلکم تتقون، تا شما هم به همون مدارج آلای تقوا برسید. این یک تحفه الهی است، تحفه ایکس که عجیب در رمضان مصادتید که خداوند در رمضان میخواد انسان رو ببخشه. حتی همونی که از خدا دور شده بازم خدا میخواد ببخشده. یعنی رمضان در واقع یه بهانه است، بهانه بخشش. خداوند میخواد یک هدیه به بندهش بده، بنده لیاقتش رو نداره. خداوند میگه حالا شما که اومدید داخل ماه رمضان شدید، همینی که شما در این محوطه قرار گرفتید، در این برهه زمانی قرار گرفتید، آقا از شما بخشیدیم. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. اصلا یعنی هر کسی روزه گرفت روزه بگیری، طبیعتا روزه نمیگیره مگر کسی که ایمان داره به الله، روزه نمیگیره مگر کسی که اجرش رو از الله بخواد. کسی که نماز تهجد و نمازهاش رو خوند در رمضان، خب نمیکنه مگر ایمان و برای احتساب. یعنی آقا هر کسی نماز خون، هر کسی روزه گرفت، همشو بخشیدیم. حالا کسی گفت آقا من شاید کوتاهی کردم، یه فرصتی دیگه، تنها شب قدر، کل رمضان اگر از دست دادی شب قدر رو از دست نده. من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر و متقدم من ذنب. یعنی همش قضیه است آقا بیا که تو رو میخوایم ببخشیم. یعنی به شما خیلی رمضان خوشایند است. اصلا رمضان ماه شادی است. بله، رمضان رو باید همه مؤمنان شاد باشند. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رمضان رو تبریک میگفت. خود فرشته ها وقتی که رمضان میاد داد میزنه های شما مردمی که آرزو داشتید که رمضان بیاد، اومد، یا باقی الخیر اقبل، های تو که دنبال خیر بودی بیا دیگه، رمضان آمد. رمضان دیگه یک مرحله سعادت هست. فبذلک که فلیفرحو، یعنی در رمضان باید همه شاد باشند. رمضان اصلا برای شادی است. عید میاد که شما میایید این شادی رمضان رو در این جشن میگیرید. عید یعنی در طول رمضان شما داشتید هدایای الهی رو جمع میکردید. در عید میایید همین بار و بنایی که جمع کردید درشو میبندید، خیالت راحت، الحمدلله که دیگه همه چیز رو به دست آوردم و یک شادی دیگر. کل رمضان باید پر از شادی باشه. شادی از اینی که رضایت الله رو به دست میاری. یعنی بهترین چیزی که انسان در فکرش هست چیز رسیدن به رضایت الله، و رضایت الله رو در رمضان به دست میاری. همینجور آسون آسون با یک حرکت، با یک عبادت، با یک جنبش، با یک درخواست، یک توفیق بسیار کم از الله. جناب استاد با همین مقدمه شروع میکنیم. موضوع برنامه بازنگری در مفهوم عبادت است. چون طبیعی است که وقتی که ما از دین صحبت میکنیم در ذهن ما یک تصور ایجاد میشه، دین یعنی عبادت، و این مفهوم یعنی تقریبا گفته میشه که مترادف اگر
ما تعبیر کنیم میشه که مترادف دین یعنی عبادت. در مورد رمضان که صحبت کردیم که رمضان ماه بازگشت به سوی الله متعال هست، حالا مفهوم عبادت چیست؟ آیا عبادت به این مفهومی است که نماز، روزه، زکات، حج در امی چار پنج ارکان اسلام خلاصه میشه، یا ای که مفهوم عبادت خیلی مفهوم وسیع است؟ ببین استاد، اجازه بزرگوار، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما میفرماید الدین و المعامله. دین همین رفتارهای زندگی است، دین یعنی زندگی. اما در فضای انحراف فکری که ما قرار گرفتیم، یه چیزی از هویت شماست وقتی که شما در یک جای وجود دارید. سرزمین مال شما، ملت مال شما، هویت شما تشکل پیدا میکنه. یک هویت هست، هویت کاذب. هویت کاذب وقتی است که شما در ملک دیگران، در فضای دیگران قرار میگیرید. واسه همین است که شکل و شمایل خودتو مجبوری عوض کنی که با اون جامعه بخونی. و ما در فضای اسلام، چون که ما یک دولت اسلام نداشتیم، یک قدرت نداشتیم، یک برنامه‌ای به اصطلاح در فضای آموزشی، در فضای رسانه‌ای، در فضاهای مختلف فرهنگی، ما مورد هجوم غزو فرهنگی قرار گرفتیم. هجوم فرهنگی در همه ابعاد اومده. واسه همین عبادت‌های عجیب غریب در پیش ما ظاهر شده که این عبادت‌ها رو اگر مثلا یه نفری از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیاد و اینو ببینه، تعجب میکنه. ما میگیم آقا فلانی وفات کرد، ای خدا چه آدم خوبی بود، آزار و اذیتش به کسی نرسیده بود. آقا اجاز همه ی زندگیش بین مسجد و بین خونه و کتاب و درس و فلان. اگر یه صحابی بیاد میگه که این که مسلمون نبود، صحابی این فرد رو اصلا مسلمون نمیدونه، مسلمون بود و آزار و اذیتش به کسی نمی، کار به کار کسی نداشت، تو لاک خودش زندگی میکرد و نمیدونم فقط بین مسجد و منبر بود. همچین مسلمونی در اون زمان وجود نداشت، این معنای اسلام نبود. یه جای دیگه میایی مثل سلام میشنوی از پشت دیوار خونه ای مادر بچه هاش رو میخوابونه، میگه بچه ها برید بخوابید که فردا مدرسه دارید. خب همه این حرف رو میزنن، این خونه یک هندی هست، این خونه یه ژاپنیه، این خونه یک نمیدونم مسلمونه، اون خونه یه سیخه، این خونه یه نمیدونم یک یهودی هست. همه میگن که آقا بخوابید که مدرسه میرید. بس فرق هویتی اینجا کجا شد؟ همه فرق هویت رو توی یه نیم ساعت میفهمید. بچه ها برید بخوابید که فردا نماز صبحتون سرحال باشید. بین نماز صبح و مدرسه رفتن نیم ساعته. این نیم ساعت عنوان هویتی رو اینجا مشخص میکنه، تصور عبادت رو مشخص میکنه. یه کسی دیگه است، آقا میبینید که در دفاع از اسلام و رد ملحدان و نمیدونم فلان ده ها و صد ها کتاب و تعیاتشو داره هم. و به عنوان یک روشن فکر اسلامی و فلان مشخص میشه. وقتی میای نزدیکتر میشی میبینی آقا همه چیزش گله، اما فقط نماز احیانا میخونه احیانا نمیخونه، عشقیه، نمازش عشقیه، روزش حالا شد میگیره، در بعد عبادی کمرنگه، پایبند نیست و خودش رو عقل کل مسلمون ها میدونه. چرا؟ چون در بعد فکری خوبه. برعکسش آدمی که در بعد عبادی به به یک نمیدونم ناسک هست، یک کسی هست که در فضای عبادی غرق است و همه عمرش روزه و فلان و فلان، اما چه در جهان اسلام میگذره، دور برش میگذره، اصلا ازش خبر نیست. این یک نوع عبادت شلغم شوربایی داخل جامعه ما درست کرده که هیچی که از اینا اسلام نیست. اسلام اون آقایی که همه عبادتش، نمازش، روزش، زکاتش فلان و فلان هست، این مفهوم اسلام رو درک نکرده.
این کجاست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بنی الاسلام علی خمس. اسلام روی 5 تا ستون استواره. شهادت، آقا نماز، روزه است، حج و زکات. اینو چی هست؟ پیامبر اینها رو به عنوان ستونهای اسلام معرفی کرد. اسلام نیستن. اینها ستونهای اسلامند. روی اینها اسلام درست میشه. پس یه مفاهیمی مغلطه هایی به ما دادن، ما به همین ستون اکتفا کردیم، اومدیم آقا همین ستون ها رو درست کردیم، فکر کردیم خونه داریم. نداریم آقا، خونه نداریم، ما فقط یک چارچوب خونه رو درست کردیم. ببینید ستون و عبادت چه فرق داره. این ستون ها در واقع همون عنوان هویتی هستن، یعنی یونیفرم هستن. شما مثلا وقتی میرید یه مرکز نظامی به این لباس برید، از دمونجا جاندارما میزنن تردد میکنن، اما وقتی لباس جاندارما رو داری دروارات باز میکنن بفرم. یا میری مثلا اتاق عمل، اگر شما با این لباس برید اصلا در بیمارستان راد نمیدن، اما وقتی لباس پزشک رو به تن کردی در باز میکنن که آقا پزشک بفرمایی زودتر زودتر که اتاق عمل آماده است و بیمار وضعش خطرناکه. این عبادت ها در واقع یونیفرم است. مسلمونی که در شهادت رو میفهمه، در نمازش بهترینه، در روزش بهترینه، در زکاتش بهترینه، در حجش بهترینه، این آقا یونیفرم اسلام به تنش هست، این باید رسالت اسلام رو ادا بکنه. خب رسالت اسلام کجاست؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا کشور فلانی یا جامعه فلانی جامعه اسلامی است، چون که تو هر کوچه‌اش مسجده، چون که آقا همه مردم نماز میکنن، چون که همه زنا حجاب دارن، چون که همه مردم زکات میدن، حج میرند، روزه میگیرن. این جامعه رو نمیگن اسلامی. این کارا رو مسلمان‌ها توی غرب هم انجام میدن، کسی هم بهشون نمیگه بالا چشم بدون ابرو. جامعه اسلامی کجاست؟ وقتی که خداوند متعال به من و شما میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتیان هستید که برای استادی جامعه بشر انتخاب شدید، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر میکنید. حتی علمای ما وقتی میان قضیه امر به معروف نهی از منکر رو مطرح میکنن، امر به معروف نهی از منکر میگن، چون که خدا گفته. اما شرحش که میکنن میگن که خواهش میکنیم که مردم رو خواهش کنید از مردم که خوب باشن، تمنا کنید از مردم، زاری کنید از مردم که ای مردم از رضای خدا همین کار بدو نکنید. یعنی چگونه جناب استاد؟ خدا نمیگه که خواهش رو تمنا کنید، میگه دستور بدید، حکم کنید، حکم کنید. چرا؟ چون که یک مسلمون تربیت اسلامی چیکار میکنه؟ تسلیت اسلامی با آدم افتاده یه طولاک خود و نمیدونم کار به کار کسی نداشتن و فلان، با این اصلا ربطی نداره. اینو اصلا آدم حساب نمیکنه، آدمش حساب نمیکنه، چه برسه به مسلمون. خدا من چی میخواد؟ حضرت موسی به بنی اسرائیل چه گفت؟ این معیار تربیتی است برای هر مسلمون. مسلمون در زمان حضرت موسی، عیسی، آدم، امروز، گفت که در آیه 20 سوره مائده، قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم چش و گوشتون رو باز کنین، نعمت های الهی رو بر شما نگاش کنین، نعمت ها رو چش و گوشتون رو باز کنین، نعمت های الهی رو چه کار کرد خدا؟ نعمت های خدا کجاست؟ اذ جعل فیکم انبیا، از میان شما پیامبرانی رو انتخاب کرد. آقای فلانی، آقای فلانی، آقای علم، شما پیامبری، مسئولیتتون اینه بری مردم رو راه نشون بدی، همونطوری که برای ما پیامبر رو فرستاد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خداوند بر ما منت گذاشت که این محمد مصطفی رو آقا من پیک خودم برای شما فرستادم. اذ جعل فیکم انبیا، در میان شما پیامبرانی رو انتخاب کرد. پس پیامبر چیزی نیست که من بشم، انتخابی است، از جانب الله است. بعد فرمودند و جعلکم ملوکا، و شما رو پادشاه قرار داد،
شما رو پادشاه کرده. یعنی چی؟ برای همین در سیستم اسلامی ما پادشاه نداریم. چرا؟ چون که هر فرد ما پادشاست. هر انسان مؤمن باید پادشاه باشه. شما چون پادشاهید باید صفات پادشاهی داشته باشید. دین یعنی اجرای صفات پادشاهی. یعنی چی؟ یعنی آقا چون که شما پادشاهید به کسی حق نمیدید به کسی دیگه ظلم بکنه. هر کسی ظلم کرد میای جلوی شما میسی. چون شما پادشاهی. میگه آقا من اجازه نمیدم. کسی نمیتونه به تو بگه تو کی هستی. این مفهوم امروزی که توی جامعه ما رواج دادن که آقا تو به تو چه؟ سر طولاک خودت باشه. آقا من آزادم. نه خیر عزیز من. تو آزاد نیستی. چون من پادشاهم. اگر کج رفتی نمیذارمت. چرا نمیذارمت؟ چون که تو داری این جامعه‌ای که من در قبالش احساس مسئولیت میکنم رو خراب میکنی. ببین مفهوم آزادی مفهوم مغلطه دروغی است که به مردم دادن. الان مثلا رمضان هست میگن آقا لا اکراه فی الدین، این آزادی است دیگه. هر کسی میخواد روزه بگیره روزه بگیره، هر کسی نمیخواد روزه بگیره روزه نگیره. آقا چرا دکانا رو وقت میبندید فلان میکنید؟ بذارید هر کسی هر کاری که دلش بخواد بکنه. خلاص. آیا اینایی که این حرف رو میزنن به این باور دارن؟ خب در همین دولتی که همچنین حرفی میزنن آقا شما آزادید، میخواد روزه بگیر میخواد نمی، قرآن رو میسوزونن میگن آقا آزادیه دیگه، هر کسی دورش ما، آقا شما هم برو کتاب بردار بسوزش. در همین کشور اگر شما اومدید پرچم این کشور رو آتیش زدی چیکارت میکنن؟ طبیعیه که آقا شما به حرمت‌های دولت اهانت کردید. به مقدسات اینجا پس مقدساتی وجود داره. اگر اومدی عکس پادشاه رو آتیش زدی یه بلا. اگر این کشور مثلا این کشوری دیگه رو دشمن خودش میدونه، شما پرچم اون کشور رو آوردید اعلام کردید، چه علم شنگی ممکنه که شما رو اصلا 100 سال هم تو زندان بندازن، ممکنه که پدرت رو در بیاره. چرا؟ چون که اینجا محوریت قداست رو به خدای جدیدی دادن به نام دولت. این دولت خدایی خودش رو ول نمی کنه، اما میخواد که خدایی الله متعال رو زیر پا بذاره. این رمضان میاد که این مفهوم ها رو همه رو مچالش میکنه. همه ی دولت ها چیکار میکنن؟ تلاش تمام دولت ها این است که آقا بیایید افغانی بشید، ایرانی بشید، پاکستانی بشید، ترکی بشید، هندی بشید. این شما رو چی کنه؟ شما رو وصل کنه با اون وهم. یک کشور، یک میهن، یک خاک. خب؟ که اینم دروغه، خاک هم نیست ها. مثلا وقتی شما میگید من ایرانی هم، خب شما که ایرانی هستید یا افغانی هستید، تو این ایران و افغان چی داری؟ میگه آقا خاک. عجب. تو وقتی میخوای خونه درست کنی این خاک رو به مجانی به تو میدن؟ نه عزیز من، باید در منطقه ای که تو ابن انجد زندگی میکنی تا چشمت کار میکنه صحراست، میخوای کنار خونه ای که درست کردی یه دستشویی درست بکنی، باید از مرکز از دولت اجازه بگیری پول این زمین رو به جیب دولت بدی تا این زمین رو. پس یه دولت یه چیز دیگه است، خاک نیست. آقا دولت ما هستیم، همه ما دولتیم. وقتی جنگ میشه کی کشته میشه؟ شما بدبختا باید کشته بشید. رئیس رؤساها کشته نمیشن. پس دولت نه خاکه نه چیزه، همون کسایی هستن که در رأس حرم قدرت قرار دارن و ادعای خدایی میکنن، اونا دولتن. این دولت میاد که تمام مفاهیم عبادی رو باش جنگ داره. یعنی مثلا در تاجیکستان آقا رئیس جمهوری، تو رئیس جمهور رو اگر بخواییم تعریفش کنیم در هر عرف سیاسی که آقا این کارهای سیاسی مملکت رو میچرخونه فلان، رئیس جمهور الدنگ چه ربطی داره بین این آقا و یه تکه پارچه‌ای که رو سر یک زنی هست، دو تار مویی که روی چونه یک مردی هست؟ آقا مردم میرن نماز میخونن، به تو چه؟
نه، این آقا ادعای خدایی داره، با الله واحد الاحد و قوانین الله می جنگه، چون که نمیخواد کسی دیگه خدا باشه. من خدا. رمضان میاد چیکار میکنه؟ رمضان میاد میگه آقا نه ایرانی، نه افغانی، نه پاکستانی، نه سعودی، نه ایجی، همه تون هلال. هلال میاد تو آسمون یه سوت میزنه، آقا من اینجام. همه نگاه میکنن، با هلال اومد، همه روز بعدش روزن. دولت ها و ملاهای بوقه های دولت میگن آقا مواظب باشید، این هلال تنوز توی خاک ما نیومده، هنوز پاسپورتش صادر نشده فلان. مردم میگن آقا برو برو، هلال ما دیدیم. حرف حرف خدا. رمضان میاد اینجوری مفهوم عبادت رو در اذهان تکون میده. همون عبادتی که کمرنگ شده بود، نماز، میبینی که پررنگش میکنه. همون عبادتی که اصلا کلن رنگش باخته بود، روزه، میاد روزه رو پررنگش میکنه. صدقه و خیرات، اصلا مردم دیگه کم کم جمع شده بودن، دست ها بسته شده بود، میاد دست ها رو باز میکنه، انفاق شروع میشه. چرا؟ چون که این عبادت ها با شخص توی انسان گره خورده. هر یکی از این عبادت ها یه تخصص داره، هر یکی از این عبادت ها یه تخصص داره. مثل داروهایی که استعمال میکنه، یه دارو برای سردرده، یکی برای پادرده، یکی برای نمیدن چی هست. عبادت ها در ساختار شما رو، هویت شما رو تشکل میده و هر یکی رنگ و روی خاص خودش داره. یعنی اینجوری نیست که آقا فقط عبادت بشه نماز یا فقط بشه روزه. همین تنوع عبادی برای چی؟ برای اینکه من متنوعم. یک عبادتش چی هست؟ نمازه. این نماز حق نداری که آقا بری تو خونت نماز بخون. نماز باید ورکعو مع الراکعین، باید بری تو مسجد، جایی که همه تو رو ببینن، تو همه رو ببینی نماز بخون. وقت نمازش هم یکی داد میزنه او الله اکبر الله اکبر، همه باید بشنن وقت نماز هست. همون نماز، همون صدا رو ببین، خیلی مهم. اذان وقتی به من و تو میگه حی علی الصلات، بعدش فورا میگه حی علی الفلاح. نماز اگه میخواد رستگار بشی، پیروز بشی، شادکام بشی، موفق بشی، راش نمازه. نمازو بخون رستگار. خب اومدیم نماز خوندیم، باید در جایی بخونی که همه ببینند. اگر کسی تو مسجد نیست، آقا محمد امین امروز تو مسجد نبود، نکنه که مریضه. ها همه میپرسن چی شده. یعنی در نماز طوری بود که اصلا در زمان پیامبر صحابه میفرمودن که همه میومدن مسجد، حتی منافق میومد مسجد. منافقا جرأت نمیکردن غیبت کنن از مسجد. تنها در نماز کاهل نمازی میکرد کی؟ اونی که دیگه معلومه که منافق است و همه میدونن منافقه، معلوم النفاق، فقط اون آقا. اما بقیه چی؟ تخصص نماز. آقا این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشا و منکر مجبورت میکنه. چرا؟ چون که شما توی جامعه به عنوان چی شناخته شدید؟ به عنوان آقای نمازی. همه چپ و راست میرین چی میگن؟ آقای ماشاءالله ما شما رو میشناسیم، تو مسجد همدیگه رو دیدیم، بابا سلام، خریداری میری بیستش میخری، ماشاءالله تو مسجد با هم آشنا شدیم، دیدیم همدیگه رو. نمیتونی اصلا فحشا بکنی. چرا؟ همه مردم میگن مگه اهل نمازی کارا میکنن؟ نماز خود به خود شخصیت تو رو صیقل میده. از منکرات، نه که فحشا، کارهای کوچیک کوچیک غلط رو هم نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون که اهل نمازی. آقا تخصص روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تخصص روزه روی جسم نیست، روی قلب. روزه از داخل کار میکنه. نماز عمل جواره هست، کار جسمه. روزه نه، روزه هیچ کاری به دستت نداره، به پات نداره، به چشم و گوش و دست و سرت نداره. از داخل شروع میکنه، ریموت داخلی تو رو درست میکنه، باتری تو، خازن و نمیدونم چیزایی که داخل داری اونا رو درست میکنه. تا چی؟ تا چشمت
غیر از حق و نبینه، گوشت غیر از حق و نشنوه، دستت فقط کار خوب بکنه، پات کار. اون به صلاح مدیریت داخلی. میای آقا خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم به هم. زکات میاد چیکار میکنه؟ زکات خداوند پیامبر میفرماید از صدقت و برهان. زکات دلیل اینه که تو مسلمان برهانه. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، این زکات رو پاک میکنه و تو زکیهم و از داخل تو رو تربیت میکنه. یعنی حرص، جشع، آز، طمع، همه اینا گم میشه. یعنی احساس میکنی که زکات چه هست؟ زکات آقا الله متعال روزی رسانه، به تو روزی میده، به تو 100 تا میده، میگه این 100 تا رو بگیر، 2.5 رو به فلانی و فلانی و فلانی بده، 97.5 این مال خودت به خاطر اینی که این کار رو انجام میدی. یعنی شما در پیش الله متعال یک کارمندید، کار میکنید، 2.5% مبلغی رو داده که بالفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم، بین 8 گروه صنف بینا برسون، به هر کسی رسوندی، بقیه مال خوده. اینجا احساس میکنی که روزی رسان الله هست و فی السماء رزقکم و ما توعدون، این رزق از آسمون میاد، رزق به من و تو ربطی پیدا نمیکنه. مفهوم عبادت کلن آپدیت میشه، یک بازنگری تمام میشه در اینی که من بنده الله متعال هستم، عبادت هایی رو که انجام میدم اینها یونیفرم شخصیتی منه که این عبادت ها من رو در محور قرار بدن، احساس مسئولیت در قبال جهان. من چون که مسلمونم باید جهالت رو از جامعه حذف کنم، نادانی رو از جامعه حذف کنم، باید با ظلم و ستم و استبداد مبارزه بکنم، به هیچ احد و ناسی اجازه نمیدم که جامعه رو فاسد کنه یا امنیت عمومی جامعه رو به هم بزنه، کسی به کسی ظلم کنه. چون که من پادشاه منشم، ظلم رو قبول ندارم، ذلت و خاری رو هم قبول ندارم. یعنی طرف میاد پیش پیامبر میفرماند یا رسول الله اگر کسی خواست مال منو بگیره، مال منو از من بگیره. پیامبر نفرمودن که این مال چنده، یعنی مثلا چقدر میخواد، موبایل است، دوچرخه است، 2 میلیون دلاره، چیه؟ گفت نده بش، یه قلم باشه، یه دوچرخه باشه، یه ماشین باشه، بش نده. چرا بش ندم؟ نده چون که این ذلته. تو پادشاه منشی، یعنی تو باید عزیز و کریم باشی، عزت خودت رو حفظ کن. گفت یا رسول الله اگر منو زد؟ گفت بزنش. خب اون دزدی که اومده چاقوی دستشه، قدرتمنده و الا نمیاد، میگه تو ضعیفی، هیچی نداری، بزنش. گفت اگر منو کشت؟ گفت شهیدی. چرا؟ چون که تو در تصورت هست، در عقیدت هست که امکان نداره بمیری مگر وقت مرگت. اگر همه دنیا جمع بشن که تو رو به تو ضرری برسون، نمیتونن مگر اون چیزی که در تقدیر الله هست. اگر اون چیزی که در تقدیر الله هست میشه بشه، اما تو وظیفه خودت رو کن، بزنش. اگر کشته شدی معناش این است که اگر نمیزدی، اگر از خودت دفاع نمیکردی، در همین لحظه میمردی، یا با چاقوی دشمن، با تیر دشمن و دز میمردی، یا سکته میکردی میمردی، یا همینجا یک خرگاری رد میشد میزدت میمردی، میمردی. گفت که خب اگر من تونستم اونو بزنم، بزنش، اون مرداره، تو مجاهدی. این مفهوم چیزی هست که امروز اگر بیای در جهانه، نمیدونم، اونایی که از ما بهتران خودشون رو میدونن، زندگی حیوانی رو برای خودشون مشخص کردن، اونا میگن نه آقا اگر کسی اومد از شما دزدی میکنه، شما حق ندارید از خود دفاع کنید، گرفتن دزد کار دولته، اگر تو رو دزدیدن، موبایلت رو دزدیدن، بده بش، ما یه موبایل بهتر بهت میدیم. تو آقا ماشینت رو دزدیدن، ماشینت بیمه است، ما یه ماشین دیگه بهت میدیم، اما از خودت دفاع نکن. چرا؟ چون که اون تو رو ذلیل میخواد،
اون به خاطر این ماشین به تو نمیده که ماشین دزدیده شده دلتو به دست بیاره. اون نمیخواد که تو عزت رو، طعم عزت و کرامت رو بچشی. چون اگر طعم عزت و کرامت رو چشیدی، دولت اون در خطره. چرا همه ی دولت ها تلاش دارن ملت ها رو ذلیل بکنن، خارشون بکنن، به شیوه های مختلف، با فقر ساختگی، با ظلمه های ساختگی، با خبرهای مختلف حقارت، با اینی که ما آقا می دزدیم، می کشیم، می بریم، هر کاری می کنیم، می تونیم. طرف آقا معروفه که نصف مملکت رو چاپیده و دزدیده، بعد می کنندش رئیس جمهور، بعد می کنندش نخست وزیر. آقا دزده، بله ما این کار رو می کنیم. یعنی چی؟ می خواد که این چند میلیون انسان رو ذلیل کنه، حقیرشون کنه. چون اگر اینا حقیر شدن تابع فرمانش میشن، اگر حقارت رو قبول نکردن. ببین این فرهنگ وقتی که مفهوم عبادت خط خطی بشه، گم بشه، الان شما این رو میبینید در غزه مجموعه ای از مسلمان ها دارن جهاد میکنن، از کرامت خودشون، از عزت خودشون، از ناموس خودشون دارن دفاع میکنن. در فرهنگ دینی من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید. اینا از مالشون دفاع میکنند اگر بمیرن شهیدند، از جانشون دفاع میکنند اگر بمیرن شهیدند، از ناموسشون دفاع میکنند اگر بمیرن شهیدند، از دینشون دفاع میکنند اگر بمیرن شهیدند. در همه مفاهیم دینی اینا کار خوبی میکنند، دارن از همون حس پادشاهی خودشون دفاع میکنند. ما ذلت رو قبول نمیکنیم. الان شما میبینید برخی از علما، اندیشمندان، نمیدونم عمامه 20 کیلو، ریش 14 متر، نمیدونم فلان، اینجوری نشسته داره اونا رو انتقاد میکنه. نمیگه که 2.5 میلیارد مسلمون کجان. میگه آقا ببین، میگن که در یکی از جنگهای ناپلئون وقتی رسیدن به یکی از روستاهای الجزایر، مردا رو کشته بودن، مردا نبودن، بعضی ها بیرون بودن، هر کی مردی چیزی در راه اومد اینا رو کشتن. بعد سربازان گرفتن این زنای روستا رو، گرفتن هر یکی یک زنی رو برداشت، رفت به اتاقی و بهشون تجاوز کردن. تجاوز کردن دو این زنا زار زار اومدن بیرون، اون سربازا فرار کردن، رفتن کار خودشون کردن رفتن. یه زنی اومد بیرون، سر سرباز تو دستش بود. این زن تونسته بود دست خودش دفاع کنه و اون سرباز رو بزنه و سرش رو قطع کنه. این اومد بیرون، این دستش و خنجرش خونالود بود، اونهای دیگه ناموسشون خونالود بود. همه اومدن بیرون، همه زنا این زن رو دیدن. یعنی به همه زنا تجاوز شده، این از ناموس خودش دفاع کرد. الان مردها بیان چه خواهند گفت؟ جامعه چه خواهد گفت؟ میگن که شما چرا مثل اون نشدید؟ اینها به خاطر اینی که خودشون این آر خودشون رو بپوشونن، همه اتفاق کردن که باید این زن رو بکشیم. همه حمله کردن این زن با عفت رو کشتن. امروز ما اینجوری شدیم. به جای اینی که بیاییم از اون انسان کریمی که از عزت و کرامت خودش و عزت و کرامتی که ما بهش ایمان داریم دفاع میکنه، ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند ما رو کرامت داده، ما اومدیم جامعه اومده اونو میگه ای بدبخت، چرا مثل ما ذلت رو قبول نکردی؟ اگه مثل ما ذلت رو قبول میکردی بچه‌هات کشته نمیشدن، خانه‌ات کشته نمیشد. پس ایمانت به تقدیر کجا رفت؟ اگر این افراد، این 100,000 نفری که امروز در غزه کشته شدن، اگر این جنگ صورت نمی گرفت اینا کشته نمی شدن. اگر بگی نه پس تو اصلا در عقیدت مشکل داری. اگر اینها اینجا کشته نمی شدن، یه زلزله می اومد مثل زلزله ای که سال گذشته ترکیه رو زد، 500,000 نفر کشته شدن. پس اینا می مردن، می مردن. فرق بین اونی که با کرامت و عزت مرد و جام شهادت رو به سر کشید،
عزت و کرامتش باعث شد که جهان چشم و گوشش باز بشه. اگر 100,000 نفر در غزه کشته شدن، الان حداقل 500,000 نفر از در بطن جامعه کفر مسلمون شدن. همین میگن چرا مسلمون شدی؟ میگه ما خدا رو در غزه دیدیم. وقتی که ما مفهوم دین رو فهمیدیم، دین عزت و کرامت داره. هیچ جای دنیا آدم مظلوم و ذلیل رو بهش بها نمیدن، یه توسری هم میزنن. واسه همینه که تربیت دینی بر شجاعته، بر دلیریه. برای همینه که شما میبینید حق با کیه؟ حق با اونی که قدرت داره. جامعه، عقل جامعه اینجوری حرکت میکنه. شما ببینید هر جای دنیا وقتی جهان کفر بخواد یک حرکت موذی، یک حزب انحرافی، یک چیزی رو که فساد عبادی درش هست اون رو بخواد بزرگ بکنه، بخواد جامعه رو به سوی اون سوق بده، چه کار میکنه؟ بزرگش میکنه. شما دیدید وقتی همین مثلا افرادی تکفیری ها وقتی توی جامعه اومدن، کی بودن؟ دو ماشین اومد، همه از اونم چه تصویر دقیق، یعنی این تصویرها همه میبینید که تصویرهایی از بالا گرفته شده، یعنی هواپیماهایی از دشمن اینها رو تصویر برداری میکنند. دو ماشین از این تکفیری ها میان وارد مثلا رمادی میشن، ارتش فرار میکنه، همه اسلحه‌اش رو میزنه. از اینا چیکار کردن؟ مصدر قدرت درست کردن. جهونک ها گفتن که اینایی که اینقدر قدرت دارن پس اینا حقن. همه دنبال قدرتن، همه در حق قدرت به سلام حق رو میبینن. در افغانستان وقتی آمریکا فرار کرد، آمریکایی که اشغالگر بود به ناموس و حیثیت و مردم، آمریکایی که این همه انسان کشته بود، چرا برخی از جوان‌ها پریدن توی هواپیمای آمریکایی؟ مگه نمی‌دونستن این قاتل است؟ مگه نمی‌دونستن این اشغالگره؟ اما اینها کسایی بودن که سحر غرب، سحر قدرت اینها رو جذب کرده بود. اینها همونایی بودن که سوشال میدیا رو نگاه می‌کردن، می‌دونستن تو آمریکا رامبو هست، تو آمریکا قدرت خارق‌العاده است، آمریکا یعنی قدرت. وقتی از خود به اصطلاح نظامی آمریکایی پرسیدن افغان‌ها شما رو چطور زدن؟ شما با این همه قدرت چطور افغان بر شما پیروز شد؟ گفت افغان‌ها تلویزیون نگاه نمی‌کنن. چون که تلویزیون نگاه نمی‌کنن، ما مصدر قدرتشون نیستیم، ما الگوشون نیستیم. الگو پیششون کیه؟ اون مجاهدی هست که میاد یه نفر کشته، دفیقاش تعریف می‌کنن که رفتیم یک لشکر رو زد. خب این تبلیغات قدرت، مفهوم عبادت با مفهوم قدرت گره خورده. مفهوم شخصیت مسلمون با مفهوم قدرت گره خورده. تو میایی جنگ میکنی، خداوند متعال میفرماید در میدان جنگ فذکر الله، یعنی در اثنای جنگ عبادتت باید گره خورده. این عبادت نباید از مفهوم زندگی جدا بشه. یعنی جناب استاد سر ببخشین، تا وقتی قدرت نباشه عبادت متصور نیست، یعنی حق نمیشه. و موضوع دوم، یک عبادت با عبادت دیگه ربط داره. همینطور که ما بنی الاسلام علی خمس گفتیم، پنج ارکان دین یعنی بنای اسلام است، ستونهای اسلام است. و وقتی که در این ستونها طبعا که یک سقفی میباشه، اینا را که انجام داده میرسیم به او سقف، و او سقف کمال عبادات هست. در مورد ریشه های انحراف مفهوم عبادت هم در لابلای صحبت های شما چیزهای بلاش کردیم. اگه چون وقت برنامه هم فکر کنم کم مانده، در ارتباط به ای که عبادت ها در کل در اسلام چی بهایی میتونه داشته باشه، در این مورد اگر صحبت کنیم. جنوز عبادت شما رو میسازه. یعنی ببین، برای همین هر کسی میخواد یک جامعه ای رو برده کنه از عبادت شروع میکنه. عبادت عنوان قدرته، یعنی نماز. شما باید جار بزنی بیایید نماز. کیه که جار میزنه؟ اونی که میتونه. بلندگو میزنیم، اذان میدیم،
هر کی گفت ندید میگیم آقا بیا مردی بیا جلو میریم. میای نماز پنجگانه میریم مسجد میخونیم. نماز جمعه ممنوع، حق نداری نماز جمعه رو در هر مسجدی بخونی. نماز جمعه اسمش هست جمعه، نماز ظهر نیست، نماز اجتماع، جمع کردن مردم. باید همه شهر در یه جا نماز بخونه. شهرها خیلی بزرگ شده، هر منطقه بزرگی باید در یک جا نماز بخونه. در جای دیگه که نماز میخونن جایز نیست. اجماع فقها هست. حکومت چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا هر جایی که مسجدی هست نماز بخونید، آقا زیر خونه مصلایی درست کن نماز بخون. برای چی؟ میخواد که نماد قدرت رو از دستت بگیره. میاد وسوسه ها، ملاهای به اصطلاح عاشق منبر میان میگن که نه آقا اگر یک نمازی باشه فقط یه نفر خطبه میگیره، پس من چی؟ من از اون کمترم؟ اینا میان برای خودشون مسجد درست میکنند و نماز جمعه برقرار میکنند. اینا همش نماز جمعه نیست. نماز جمعه باید یکی باشه. میگن آقا چرا این کار میکنید؟ میگه آقا اونجا اون به زبان خودش حرف میزنه، ما زبان مختلف ما نمیدونه حرفش. آقا خطبه جمعه برای فهمیدن نیست. پیامبر اصلا خطبه جمعه پیامبر دو سه دقیقه نبود، اصلا همش چند ثانیه است. اصل خطبه کوتاه است، نماز طولانی است. اما چون ملا وراج شده یک ساعت خطبه میخونه، نمازش یه دقیقه است. خب اصلا در زمان پیامبر و صحابه یا بعدها چند نفر خطبه رو میشنیدن؟ در نماز جمعه حداقل مثلا 1000 نفر، 5000 نفر، بعدها 100000 نفر جمع میشون. یعنی همونایی که نزدیک خطبه بودن میشنیدن، بقیه نمیشنیدن. اصلا خطبه رو شنیدن نیست. اما چی هست؟ نماد قدرته. نماز عید باید زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه نماد قدرته. عبادت نماد قدرت. این قدرت‌ها رو، نمادهای قدرت رو ازت حذف میکنن. روزه رو همینطور، نمیدونم مثلا عید رو همینطور، میخوان حتی حج رو میخوان همین کار بکنن، نماد قدرت رو ازت حذف کنن. اینجاست که نه، نماد قدرت وقتی حذف شد، قدرت الهی، قدرت بشری طغیانگر به وجود میاد. شما مدیر هستید آقا اجاز، چون مدیر هستید 10 نفر زیر دستتون هست. خب شما امر و نهی میکنید، شما پدر هستید، شما مادر هستید، شما قاضی هستید. شما چون که قاضی هستید، حرفی که گفتید حرف شما عنوان حقیقته. شما آقا نظامی هستید، چون که اسلحه دستت هست احساس قدرت میکنید. خداوند متعال اجازه بهت نمیده که این کارو بکنی. سرت رو میگیره میگه سجده کن، رکوع کن، فسجدو ورکعو. عبادت میاد توی انسانی که قابلیت فرعونگری در تو هست، تو رو هی میکشه. اینقدر این فرعونگری در من و توی انسان قوی هست که با یک بار نمیشه که آقا نماز صبح بخون فرعون نمیشی. نه، صبح بخون، ظهر بخون، عصر بخون، مغرب بخون، شب بخون، نیمه های شب بلند شو برای تهجد. چرا؟ چون یه حاکم بالایی هست. شما وقتی که احساس میکنید در عبادت که شما بنده اللهی، بازخواست میشید. همه ی انسان ها ضعف دارن. یعنی فرعونی که مینشست و میگفت انا ربکم الاعلا، بالای حرف من حرفی نباشه، یکم بعد وقتی شکمش درد میگرفت میگه خدای وای وای شکمم الله. این هر انسانی نیازی داره. این نیازها کجا مطرح میشه؟ توی سجده. اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد. رئیس دولت سجده میکنه، پادشاه سجده میکنه، رئیس ارکان ارتش سجده میکنه، کشاورز سجده میکنه، رئیس مدیر سجده میکنه، سرباز سجده، همه در سجده چی میخوان؟ خدایا شکمم درد میکنه، شفام بده. خدایا بچه‌م بیماره، شفام بده. خدایا مادرم مرد، مورد مغفرتش کن. این حس بندگی در اون فوران میکنه. وقتی که حس بندگی رو احساس کرد، دیگه ظلم نمیکنه. پادشاه است، زیر دستش رو وقتی میبینه
میترسه. اگر من به این ظلم کردم، آه این مظلوم خونم رو میسوزونه. اگر من ظلم کردم، برادرم پریروز وفات شد. امروز نوبت من، فردا نوبت منه، بازخواست میشم. این عبادت میاد زندگی تو رو جهت‌دهی میکنه، وقت تو میگیره. کدوم وقت رو ازت میگیره؟ اونایی که عبادت نمیکنن چیکار میکنن؟ عبادت نمیکنن، خدا رو نمیشناسن. اونایی که شراب میخورن، تو فحشا هستن، وقتشون رو ضایع میکنن، با موبایل ضایع میکنن، با انواع و اقسام اینا. یعنی شیطان شیوه های مختلفی داره برای دزدیدن تو. عبادت میان وقت تو از چنگ شیطان میاره بیرون، به خودت میده، میگه آقا برو نماز بخون، برو روزه بگیر، برو تهجد بخون، برو وضو بگیر، برو نماز مسجد، برو برو صله رحم کن، برو این پولو بگیر، برو دنبال انسان مستحقی بهش بده. این تو رو میاره در یک فضای عشق قرار میده. اونی که میاد شرابی میخوره، سیگاری میکشه، نمیدونم به عمل فاحشه‌ای انجام میده، چیکار میکنه؟ یک به اصطلاح هورمون‌های سعادت رو در خودش محک میزنه. در یک لحظه احساس خوشحالی میکنه، بعدش احساس افسردگی میکنه. مؤمن نه، مؤمن در عبادت میاد این هورمون ها فعال میشه، احساس سعادت میکنه. وقتی که خسته میشه، ارحنا بها یا بلال، بلال دلمون گرفته، خسته ایم، بیایید دو رکعت نماز بخونیم تا شاد بشیم. با عبادت شاد میشه، با عبادت انرژی میگیره، با عبادت قدرت میگیره، با عبادت بیماریاش دفع میشه. یعنی حضرت ابو دردا میگفت که آقا نماز تهجد بخونید، چرا که این نماز تهجد فانها دعو صالحین من قبلكم، این همه صالحان پیش از شما اینجور میکردن. خدا تو راضی میکنی با تهجدت، کاری رو میکنی که همه پیامبران و صالحان میکردن. و مطردت داعی عن الجسد، همین تهجدت باعث میشه که خیلی از بیماری ها رو از جسم دور بکنه. همین عبادت باعث می... شما ببین انسان هایی که مفهوم عبادت رو خوب درک کردن، مفهوم عبادتی که تمام زندگی رو در بر میگیره. ببین عبادت چه هست؟ عبادت انعکاس باور توست، انعکاس عقیده توست. تو اومدی گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب حالا که من گواهی دادم، اشهد یعنی چی؟ یعنی گواهی دادم، شهادت میدم، یعنی چیزی هست که من درکش کردم، فهمیدمش، عقل و منطق و پوست و هممون حسش کردیم. حالا که اینطور شد، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کن از الله و از رسول. عبادت همین اطاعته. دین میاد با همه چیزای تو کار داره. دین با لباس تو کار داره، چطور بپوشی، چطور بخوری، چه بخوری چه نخوری. دین با چه کار بکنی چه کار نکنی، چطور حرکت کنی، راه رفتنه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. با حرکت تو دین، آقا با ریموت کنترل صدای تو دست دینه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. آقا حق نداری که داد بزنی، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، اگر داد زدی این کار کاره. یعنی تمام همه مسائل صد در جمع عبادت می، چرا که تصور عامه است که قسمی که قبلا اشاره کردم که مثلا نماز، روزه، حج، همین موضوعات رو ما، مسائل، همین اعمال ما انجام بدیم، تمام عبادت است. اما دین بسیار جزئیات داره که تمام اصطلاح لحظات ما که اگر مطابق روش قرآنی باشه و سنت نبوی باشه عبادت گفته میشه. چون وقت برنامه فکر کنم که 5 دقیقه بیش نداریم، در اخیر اگر کلام خلاصه کنیم جناب استاد. عبادت یعنی تمام تمام زندگی تو
توی انسان مسلم یک حدیث پیامبر رو با این مثلا سخنمون رو پایان بدیم که کل مفهوم رو روشن میکنه. میگه میفرمایند که من به شما چیزی یاد ندهم که اجر و مقامتون رو بالا ببره، گناهانتون رو حذف کنه. گفتن بله یا رسول الله، من غیر از این چی میخوایم؟ فرمودن اینی که وضو تو درست بگیر، وضو کامل، بعدش همیشه مسیر مسجد باشه، میری و میای مسجد، نمازات تو مسجد بخون، بعدش انتظار و صلات الی صلات، همه زندگی تو برنامه ریزی کن بر نماز، این کارم این نماز میخونم فلان جا، بعدش فلان کارا دارم، بعدش نماز فلان، یعنی قلبت تو مسجد آویزون باشه. بعد فرمودن فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، اگر این کار رو کردی تو یک مجاهدی هستی که در سر صف، در سر مرز اسلام داری از مرزهای ایمان داری پاسبانی میکنی، تو پاسبان مرزها هستی، یعنی گره دادن یک مفهوم عبادی که در بین ماست با یک مفهوم نظامی، اینا رو با هم گره دادن، یعنی دین تمام ابعاد زندگی شما رو در پرتوی دین تشکل، حتی فکرت، فکرت اسمش هست نیت، همین که فکر کنی که من این کار خیر رو میکنم اجرش رو گرفتی، یعنی حق نداری افکار منفی رو به خودت تلقین بکنی، حق نداری غیر از حق به دیگری بگی، قولوا للناس حسنا، یعنی غیر از حرف خوب حرام، غیر از فکر بد، غیر از فکر خوب حرام، فکر بد، اندیشه بد، حرکت بد، نمیدونم همه اینا هم. یعنی دین میاد تو رو آنالیزه میکنه، تو رو میاد یک انسانی قرار میده که دیگه از فرشته ها هم میزنی جلو. مفهوم عبادت بین ما و فرشته ها فرقش اینه، فقط این عبادت و طقوس عبادی نیست، اینا رو فرشته ها انجام میدن و میگفتن که خدای ما این کارا رو میکنیم، نه نصر به حمد که آن قد سلک، خداوند متعال فرمود نه، مفهوم عبادت انسان چیزی دیگه است، اون خلیفه است، این نجا این فی الارض خلیفه، خلیفگی یعنی عبادت. خیلی تشکر از شما جناب استاد، قیم بحث در مورد بحث خیلی خوب داشتیم، چون وقتی برنامه کم است نمیشه که تمام موضوعاتی که مربوط به این مسئله میشه را بحث کنیم، انشاءالله در برنامه بعدی اگر فرصتی بود ادامه موضوع را دنبال میکنم. جزاکم الله خیر. بیننده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه لحظه های آسمانی رسیدیم، تا دیدار بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان حاضر میشویم، همه شما را به الله بی نیاز میسپارم، اوقاتتان خوش، شاد و موفق باشید.